سلام. به این بسته خبری تحلیلی از ریپورتس خوش آمدید. ترویکای اروپایی، ایران به نقض تعهدات برجامی ادامه می دهد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک از فعالیت‌های موشکی ایران انتقاد کرده و تأکید کردند، جمهوری اسلامی علاوه بر نقض قطعنامه 22-31 سازمان ملل به تعهدات برجامی خود نیز پایبند نبوده است. این بیانیه دوشنبه 19 دسامبر و پس از برگزاری نشست شورای حکام سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 22-31 برگزار شد. بر اساس این بیانیه، در این نشست شورای حکام، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و توزیع تسلیحاتی مانند پهپاد و موشک توسط ایران در منطقه و فراتر از خاورمیانه مورد بحث قرار گرفت. ترویکای اروپایی تأکید کردند، ایران به مدت بیش از 3.5 سال تعهدات برجامی خود را نقض کرده، فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و از شفافیت اقدامات خود کاسته است. وزیر دفاع اسرائیل، اکنون وقت فشار بر ایران است. وزیر دفاع اسرائیل خواستار بهره برداری از اوضاع کنونی برای اعمال فشار بر ایران جهت رسیدن به توافق هسته‌ای جدید و اصلاح شده شد. به گزارش الجزیره، بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در آغاز کنفرانس رسانه یهود با حضور بیش از 100 روزنامه نگار، ایران را چالشی جهانی و منطقی و تهدیدی برای اسرائیل خواند و گفت همانطور که ناتو به صورت هماهنگ در قبال جنگ در اوکراین فعالیت می کند، باید شرکای خود در جامعه بین المللی را به همکاری هماهنگی در قبال ایران تشویق کنیم. او نسبت به عبور ایران از نقطه بی بازگشت در برنامه هسته‌ای خود هشدار داد و گفت که زمان بسیار حساس است، چون ایران در حال حاضر با مشکلات داخلی و دشواری‌های اقتصادی و جهان نسبت به تأمین سلاح برای روسیه در برابر ایران موضع گرفته و اکنون باید همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی و سیاسی تقویت شود. انگلیس، صحبت درباره آتش بس در اوکراین فعلا بی‌معنا است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس گفت، باید با صراحت بگوییم که در وضعیت فعلی، هر گونه درخواست یک جانبه برای آتش بس از سوی روسیه بی‌معنا و اشتباه است. آتش بس به روسیه فرصت می‌دهد تا سربازانش را تقویت و گروه بندی مجدد کند تا وقتی که آنها در مناطق تصرف شده اوکراین حضور دارند، هیچ مذاکره‌ای نباید برگزار شود. او که این سخنان را در جمع همتایان خود در نیروی خارجی مشترک انگلیس مطرح کرد، از کشورهای غربی خواست تا به حمایت از اوکراین ادامه دهند و افزود، منظورم از حمایت، سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر است، توپخانه‌های بیشتر و خودروهای زرهی بیشتر. انگلیس به نوبه خود متعهد شده که در سال آینده هم کمک 2.8 میلیارد دلاری امسال خود را حفظ کرده و یا حتی افزایش دهیم. امیدوارم دیگر کشورها هم هرچه در توان دارند انجام دهند تا حمایت قدرتمند خود را حفظ کنند. 2 کشته در حمله هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در اطراف دمشق. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که 2 نیروی احتمالاً وابسته به حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق کشته شدند. دیدبان اعلام کرد که حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 29 آذر انبار مهمات و تجهیزات پشتیبانی وابسته به حزب الله واقع در مزرعه‌ای میان منطقه سیده زینب و البجدلیه را هدف قرار داد و به انهدام کامل آن و کشته شدن تعدادی از نیروهای شبه نظامی مستقر در آنجا منجر شد. سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، هم اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این کشور سحرگاه سه‌شنبه به حملات موشکی اسرائیل واکنش نشان داد و در نتیجه این حمله 2 نظامی زخمی و خساراتی هم وارد شده است. و خروج ارتش عراق از شهرها به چه معناست؟ دولت عراق خروج ارتش از برخی شهرها و تحویل پرونده امنیتی به وزارت کشور را آغاز کرده است. به گزارش الجزیره، دولت عراق اخیراً به عنوان بخشی از رویکرد جدیدش و در پی نگرانی از تبعات سیاسی، اقدام به انتقال پرونده امنیتی از وزارت دفاع به وزارت کشور در برخی شهرها را آغاز کرده است، مشروط بر اینکه نیروهای ارتش در خارج از آن شهرها مستقر شوند. وزارت کشور عراق مدیریت پرونده امنیتی در استانهای الماسنا و دیوانیه جنوب عراق و استان واسط مرکز کشور را بر عهده گرفت و یگانهای ارتش نیز بنابر دستور دولت که به زودی شامل سایر شهرهای این کشور نیز می شود به پادگانها بازگشتند.